دوستان درود بر شما چای زعفران یکی از نوشیدنی های بسیار خوش و دلنشین است که به واسطه خواص و ویژگی های ناب خود جایگاه ویژه‌ای در بین ما ایرانی ها باز کرده است در واقع هرگاه بخواهیم به سلامتی خود ارج بدهیم و لحظاتی را به خوشی بگذرانیم از چای زعفران استفاده میکنیم از گل های زعفرانی که خشک شده است میتوان یک چای کاملا گیاهی تهیه کرد و تمایز چای زعفران با بسیاری از نوشیدنی های هم نوع خودش در این است که چای زعفران سنتی هیچ گونه کافئین در خودش ندارد ولی اگر بخواهید سراغ چای زعفران های مدرن یا همان کیسه ای بروید در داخل آن چای کیسه ای ترکیبی از زعفران و چای سیاه است که اسانس و کافئین هم در آن موجود است حالا انتخاب با شماست که کدام سبک از چای زعفران را میپسندید ترکیباتی فوق العاده قوی در رشته های زعفران وجود دارد همچون بتا کاروتن، کاروتن، ساکسانتین و آنتوسیانین و ویتامین ب و بقیه آنتی ها و کارتنوید ها و این ترکیبات قدرتمند موجب پایین آمدن سطح استرس شخص می شود و همچنین در درمان عفونت ها نیز مفید است. اینها فقط خلاصه ای از خواص خوراکی گیاه زعفران بود. بنابراین چه خوب است که به سبک آشپزی خود آشپزی زعفرانی را هم اضافه کنید تا غذاهای خوشتهمتر و سالمتری داشته باشید. اگر از ناحیه شکم احساس درد می کنید چه درد شدید و چه درد معمولی می توانید از دم کرده زعفران استفاده کنید و حسی راحت و آرام پیدا کنید به علاوه دم کرده زعفران برای دردهایی که در ناحیه قشای روده بزرگ است هم مفید می باشد. اگر دارای فشار خون بالایی هستید و یا میخواهید از ابتلا به فشار خون جلوگیری کنید حتما از دم کرده زعفران استفاده کنید چرا که زعفران دارای کورسین است که در کاهش فشار خون بسیار مفید میباشد با دم کرده زعفران شما میتوانید سرفه و استفراغ را تحریک نمایید که در نتیجه دردهای نواحی معده گلو و سینه از بین میرود در چای زعفران آنتیاکسیدانهایی وجود دارد که قادر است خطرات مریضیهای های قلبی و عروقی را تا اندازه قابل توجهی کم کنند همچنین در زعفران فلانویت وجود دارد که در همین راستا محافظ خوبی شمرده می شود بر اساس بسیاری از مطالعات انجام شده چای زعفران می تواند تعادلات هورمونی مغز را تغییر دهد و اثرات زیادی بر استراب، خلق و خو و عمر مشابه داشته باشد اول صبح یک فنجان از چای زعفران را نوشه جان کنید و تا آخر شب سر حال و با باشید تاثیر این چای بر به خاطر وجود آنتی ها بسیار زیاد است زیرا می تواند رسوب پلاک در مغز را کاهش دهد و خطر بیماری های عصبی مانند آلزایمر یا پارکینسون را به حداقل برساند حقیقت است که زعفران یک محافظ برای سلول های بینایی محسوب می شود چرا که از اسیدهای چرب تشکیل شده است آب مروارید یکی از بیماریهای مربوط به چشم است که زعفران چون حاوی بتاکاروتن است میتواند از بینایی حفاظت کند و باعث جلوگیری از ابتلاع شخص به مریضه دژنراسیون ماکولا شود و در نتیجه از ایجاد آب مروارید پیشگیری کند و یا حداقل زمان آن را به تاخیر بیاندازد گیاه زعفران از گذشته به عنوان محرکی برای قاعدگی زنان استفاده می شده یعنی هنگامی که خانمی عادتهای نامنظمی داشت از این نسخه برای تنظیم عادتهای خود استفاده می کرد. به علاوه اگر با مشکلاتی از قبیل خونریزی رحم دردی که بر اثر قایدگیست گیست مواجه هستید حتما از دم کرده زعفران استفاده کنید اما طرز تهیه چای زعفران مواد مورد نیاز جهت تهیه چای زعفران دولیوان آب دو گرم زعفرانی که ساییده شده باشد به اندازه یک قاشق غذاخوری چای سیاه به اندازه یک قاشق غذاخوری گلاب هل نیز به مقدار نیاز کافی است دقت داشته باشید که رکن اصلی در چای زعفران مرغوب بودن و کیفیت زعفران است در مرحله اول آب را می جوشانیم. در مرحله دوم تمام مواد یعنی پودر زعفران، گلاب، هل و چای سیاه را به قوری آب اضافه می کنیم تا تقریبا ده دقیقه دم بکشد. همچنین شما می توانید به جای پودر زعفران از رشته های کامل زعفران استفاده نمایید. چای زعفران خوشبول عزیز شما آماده است و می توانید این چای را با خورما یا اصل یا شکر و نبات نوشجان کنید. طبیعت گیاه زعفران گرم و خشک است ولی طبیعت چای سیاه سرد است. بنابراین چای زعفران طبیعتی متعادل پیدا می کند. در نتیجه سرد مزاج ها می توانند از این پس به جای چای سیاه از چای خوش بوی زعفران استفاده کنند تا عوارز سرد مزاجی بدن خود را برطرف کنند. دقت کنید که اگر به جای چای سیاه از چای سبز استفاده کنید طبیعت این چای کاملا گرم خواهد شد که این ترکیب در صورت مصرف زیاد برای بدن موزر خواهد بود همونطور که میدانید ترکیب برخی از مواد غذایی با یکدیگر موزر است مثل خربزه و اصل که شهرت بالایی دارد این قاعده در مورد زعفران هم صادق است و باید دقت داشت که دم کرده زعفران را هرگز با ادویه های گرم دیگر مخلوط نکنید و یا بلافاصله بعد از مصرف دم کرده زعفران آنها را نخورید چرا که برای بدن مضر است علل خصوص به کبد شما آسیب میرساند بنابراین همیشه با متخصص این زمینه مشورت کنید و بعد از اطلاع به طبع ادویه ها و گیاهان آنها را مصرف کنید درست است که این چای فوق العاده خوش و خواس فراوانی دارد ولی سعی کنید در طول هفته بیش از دو یا سه بار آن را استفاده نکنید پیشنهاد ما این است که در بقیه روزها فالوده سیب یا دمنوش به را جایگزین آن کنید چرا که خواص سیب و به کاملا مشابه خواص زعفران است با این تفاوت که باعث بیماریهای قلبی نمی اما آیا تا به حال چای زعفران مراکشی را تجربه کرده اید مواد مورد نیاز رشته های از زعفران، مقداری چای سبز، آب جوش به اندازه لازم و یک چهارم پیمانه شکر. ابتدا آب جوشی تهیه کرده و چای سبز را در اون آن میریزیم و شستشو میدهیم. سپس برگ های چای را خارج میکنیم و آب را دور میریزیم. حالا این برگ ها را در ظرف آبی جدید قرار میدهیم و زعفران و شکر را با آن اضافه می و اجازه می دهیم به مدت پنج دقیقه بجوشد. چای زعفران مراکشی آماده است. همچنین اگر دوست داشته باشید می توانید برای تقویت طعم چای نعنا را هم به آن اضافه کنید این چای بسیار مقوی است و نوشیدن فقط چند پیمانه از آن تغییرات عجیبی در رفتار و زندگی شما ایجاد خواهد کرد خوشبختانه تا به حال برای چای زعفران ضرری گفته نشده مگر استفاده غیر منطقی و افراطی از آن که با آسیب رسانی به کلیه ها می شود و میل به غذا را هم کاهش میدهد همچنین تحقیقات محققین گویا آن است که استفاده 5 گرم از زعفران در وعده غذایی واحد باعث افزایش ضربان قلب، بیحالی، زردی بو، سرگیجه و عوارض خطرناک می شود. بنابراین اعتدال در مصرف را فراموش نکنید. ولی شرایط خانم‌های باردار مثل همیشه متفاوت است و استفاده از این چای برای آنان توصیه نمی شود زیرا موجب بالا رفتن ضربان قلب شده و خطر سخت جنین را به همراه دارد به عنوان آخرین کلام باید گفت که این چای با خواص خارقالعادهای که دارد میتواند جایگزین مناسبی برای چای سیاه مزر باشد و مهمترین جنبه این چای علاوه بر عطر و مزه عالی که دارد همان خواص درمانی آن است و علاوه بسیار مفید است که برای افزایش سلامتی و نشاط دوستان و نزدیکان خود این مطلب را با آنها به اشتراک بگذارید تا دیگران نیز از خواص این چای خوشتهم آگاه شوند همچنین اگر نکته ای و نظری راجع به این مطالب دارید در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان در میان بگذارید و برای حمایت از ما لطفا این ویدیو را لایک کنید